سلام، داریم رکورد میکنیم دیگه انشالله. آره همیشه اوکیه، عالی شد. زومه سلام آقای کارون، شد فرزاد فهمید سری پیش رکورد نمیکردیم، فکر کنم کلشو میرفتیم دوباره دوباره میسازمت وطن. بیزنس انالیست بودم، کارمون ولیدیشن بود، کارو بخواست بود. خیلی ها اصرار دارن که در مورد خودتون بگین، در مورد شغلاتون بگین، بایوگرافی شما رو نمیدونیم. گفتیم بچه های جدید شاید ندونن، تقریبا هر آخر سیزن ما یه دو اول سیزن سب کنید تا آخر سیزن هشت، اون موقع فکر کنم 20 یا 25 هفته است معمولا سیزن ها، الان هفته دومه، نه هفته سومه. چقدر سری داره میگذره. آبیاره عمرس نجه گلو چی گفتی اونجا به صورت خیلی اصفهانی؟ چارک؟ نه نه، که من اونجا تیز کردم حتما در آوردم. اصولا هرچی ما میگیم ادا در میاری، یعنی خیلی دوست دارم لهجه اصفهانی ها، خیلی دوست دارم. میگه آقا در مورد اسکم شدنم براتون بگم. من این هفته که اسکم، این هفته فهمیدم که اسکم شدم. حاصل شد یه چیزی میخواستم بخرم آنلاین، بعد مثلا دیدی یه سری چیزا مثلا توی سری کشورها خیلی بیشتر اویلیبل بخوای بخریش تا مثلا تو کانادا، بعد مثلا اوردر بدی از خارج از کشور بیاد. بعد آنلاین یه چیزی مثلا می‌خواستم بخرم دلار 200 دلار بود، بعد اوردر دادم 26 ژانویه، بعد این اشورش که یه هفته ای ما شیپ می‌کنه و به دستون میرسونه و فلان و اینا. آخه یه هفته گذشت اینا به ما هیچی نگفتن، هیچ مثلا تریکینگ نامبر رو اینا نیومد. بیارو ایمیل زدم که داداش این یه هفته گذشته چجوریه، چرا شما جواب رو نمیدین؟ گفتش که ببخشید، و مثلا ساعت 3 صبح اینا جواب داد، گفت ببخشید 3 صبح اینجا تقریبا با هیچ جایی که در مثلا آمریکا و کانادا باشه همخونی نداره. بعد گفتش ببخشید، و مثلا ما 2 روز دیگه اینو براتون شیپ میکنیم، خیلی معذرت میخوام، ایمیل پولایتون. گفتم که آقا 2 روز گذشت اینا دوباره هیچ اتفاق نیفتاد، بهشون ایمیل زدم که دورشین 2 روز دیگه هم گذشت و اینا، او ببخشید این امروز شیپ شده، اینم تریکینگ نامبرش. یه تریکینگ نامبر هم داد که تو کانو پستم میزنی تریکینگ، اینطوری که تو با بعضی از سافرها میتونی تریکینگ نامبر بگیری، مثلا شما 2 دلار میدی یه دونه تریکینگ نامبر میگیری، و اینطوری که بعد باید بری پست آفیس مثلا شیپش کنی با اون تریکینگ نامبر. فقط این من میذارم خودم که خود تریکینگ نامبر ولیدم هست و اینا، اوکی دمش گرم. بعد دیگه مثلا یه هفته گذشت، 2 هفته گذشت، دیدم که نیومد. این هفته دیدم که آقا این نیومد و اینا، گفتم بذار برم یه سرچ بکنم اسم اینا رو ببینم چه جوری اینا. ببین رفتم روی یه دونه پیج داشت رو فیسبوک، شاید بالای 100 تا ریویو گذاشته بودن که اینا اسکم هم، به ما گفتن هی میگه هفته دیگه میفرستم یه هفته میفرستم، تا فهمیدم که اسکم شدم. بالا خوبیش اینه که اینجا با کارت اعتباری کریدیت کارت چیزی بخری میتونی چارج بک کنی. یه فرم پر کردم و یه چارج بک کردم و حالا هنوز نیومده، نمیشه 30-35 روز طول میکشه. ولی داشتم میفهم کردم که نکنه مثلا 1% یارو واقعا بفرسته، حالا اون پرادکت برسه چی میشه. حالا اینطوری بهت بگم، اسپینر بود حالا مثلا الان تو این طول این هفته مثلا 2-3 چیز من از آمازون گرفتم، اینطوری که مثلا نیست، یارو میزنه دلیور شده بعد نیست، بعد یهو پشت در خونه مثلا یهو شواب میکنه 3 روز بعد. و بهشون زنگ زدم یه دفعه، نه بسته. یه دفعه بهشون زنگ زدم گفتم آقا این گفتی رسیده و نرسیده، یکی دیگه فرستاده. یعنی مثلا بعضی از پروداکت ها من الان 2 تا دارم، بعد اینطوری که اگه رسید حالا خود به وجدان خود پسش بده. شمارهشو سیو کن، بعد تو تلگرام میاد. حرامزاده 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 7 عددشو هم بزنی 200 یه نمو حرامزاده 200 داریم. ایمان بعد کردیت کارت رو عوض نکردی بعد این اتفاق؟ چون نگران نیستی که باش احساس نه اون احساس میکنم اون پورتالی که باش پول دادم لجت بود، چون شاپیفای بود، یعنی جاهای ما خیلی ها از اون استفاده میکنه. اون پورتال احتمالا سیفه، یعنی یارو اومده تو شاپیفای داره سهامش افتاده دارم. آره چرا افتاده سهامش؟ نمیدونم ارنینگش این رونم بعد بوده، ولی کلن الان همه چی داریم شاپیفای 50% چقدر افتاده. آره کریدیت کارت رو هنوز حالا نگرانش نیستم، ولی بعد همون پروداکت رو از یه جای دیگه خریدم. کلا چیز مغازه‌ای که این چیزا رو میفروشن شیدی ان پروداکت رو این چیزا رو ما نمیدونیم چیه. حالا مهم نیست 200 دلار نمیگم، میدونم یه چیز شیدی داری میخری.
نه ویپه واقعا، یعنی اون ماده ویپ است. بعد از یه دیگه خریدم، حالا اون یه ترکینگ نامه فرستاده ولی بدون پیگیری، حالا امیدوارم که درست. بعد دو سه تا مثلا وبسایت هستن که میتونی بری لینک وبسایت دیگه رو بزنی توش، بیاد میگه چقدر اینا ریویو مثلا اسکم داشتن، چقدر ریویو بد داشتن و به نظر ما چقدر اینا اسکمن و فرادن و اینا. داره خلاصه جالبه. شما چه خبر هفته شما؟ دیگه همه رو هفته پیش کشید، اپیزود قبل کشید بیرون. من کمرم درد گرفت این هفته. آقا تبریک. یعنی یه لحظه بود که حس کردم که اوکی پیر شدی، دارم سنم میره بالا. و تا الان تو کمر درد نداشتی؟ اصلا نه. من این که مثلا میرفتم باشگاه اشتباه میزدم داداش. واقعا یعنی شما من نداشتم. اجازه بده پذیرا نباشم دیگه. یعنی تو تا به حال کمرت نگرفته؟ خب چرا یه بار گرفتن با درد دائمی مثلا کرونیک پین نبوده. یه بار انسان باعث باعت. شد من کمرم درد گرفت. یکی اومد قلنج منو بگیره. نمیگیم کیوت کوروش. واقعا یک ماه دستم بعد بود. کوروش. عکسای اونم دارم. عکسای اونو دارم. عکسای اون روز داره کاری با پهلوان اومده بود منو دور اتاق میگیره به بلند میکرد این قلنج. قلنج چپ. یه ماساژ هم میداد اینجوری پوستو میگیره. آره آره. عقیده داره به اون ماساژ. آره فراد بعد از اون $1,000 فقط خرج کمرش کرد. پرکتر رو این من. ولی حالا داستان کمر درد این بود که ما از کاسکو ماسک گرفته بودیم. ماسک هم اینجوری بود که تو دو تا باکس اومده بود. ما باکس ماسک آره. باکس اولش تموم شده، اون باکس دومیه پیدا نمیشد. بعدم عجله داشتیم از خونه بزنیم بیرون، اینا نیاز داشتیم دیگه، بعد تو آسانسور رو اونجا یکم می‌خواستیم بریم نیاز بود. و من دیگه دیوونه شده بودم، همه جا رو داشتم میگشتم فلان. کنار خونه دو سه تا باکس بزرگتر بود سنگین، فکر کردم مثلا تو یکی اینا باشه. جابجا کردم باکس ها رو بدون اینکه میگم تو عجله، اصلا حواسم نبود که چجوری این باکس سنگین رو دارم بلند میکنم. اون کارو انجام داد و کمرم بد گرفت. چند روز درگیرم کرد تا رفتم فیزیو و فیزیوتراپیست هم یه دونه پسر هست که خیلی باحاله، همیشه با هم صحبت میکنیم و اینا. این سری به من گفت که تجربه نجات غریقی داره، یعنی اصلا یه چند سالی نجات غریق بوده و اینا. رندوم داشت صحبت میکرد با ما، بعد یه گفت که میدونی که نجات غریقا مدفوع جامد و خوششون نمیاد، یه کمی چندش مایه بهتره. گفتم با یعنی چی؟ زدم زیر خنده گفتم این حرفا چیه داری میزنین؟ گفت حالا برات میگم. کم کم داشت ماساژت میداد، داشت آره کم لور بک هم داشت ماساژ، لور بک رو داشت احتمالا ریده بودی خودت. جامعه بوده خوشش نمیاد. اینو دوست ندارم. بگیشی تو یکی دیگه بدی. آلترا ساوند داشت می‌زدم. ولی پرمودم با چی داری می‌داشتم می‌خندیدم. عشان داشتم می‌لرزیدم از خنده. بعد گفت پروتکل داره وقتی این اتفاق میفته تو استخر. حالا برای ما کامنت بزن کسایی که تجربه دارن تو ایران یا جای دیگه. که تو استخر طرف. اگه جامد باشه اون اتفاق، اینا برش میدارن 2 ساعت موظفن استخر رو ببندن و یه سری مواد شیمیایی میزنن و استخر باز میشه. اگر نتونن، تو دینی داشتیم، این نجاست رو بردارن 24 ساعت مجبور میشن استخر رو ببندن و اون لایفگارد ها مجبورن که باشن توی اون استخر خالی و هر ساعت برن مثلا 4 بار استخر یه سری کمیکال بریزن. دوهایی هم بخونه آبا کلم گلاب. بعد گفتم خود چه؟ گفت دلیلش، گفت این باحاله به خاطر اینکه ما کلی اونجا میمونیم و مثلا آهنگینا میذاریم، پیتزا سفارش میدیم تو استخر و اینا. هر ساعتی بارم سر سنده هر ساعت هم مثلا باید 2 دقیقه یه چیزی بریزم اون تو
کلی هم پولش بیشتر میشه برای جامد بهتره. نه دیگه مایه، نه مایه میکنه. باید 24 ساعت بالا سرش بمونم، پول میگیرن اشغال هم میکنن. آها جام دو ساعت. آره پولشون هم میگفت اوورتایم میشیم چون باید 24 ساعت بمونیم و میگفت عشق میکنیم. گفتیم خب پس اینجوریه. پروتکل سنده داره سخت. پرتغالی کیکی درسته. من اینو که بهم گفته بود تا شب داشتم بهش فکر میکردم و حتی توییت کردم در موردش. گفتم این هفته تو خود کس میگم. لطفاً پروتکل های دیگه رو میتونید هفته های دیگه در خود کس بشنوید، لطفا فالو کنید، سابسکرایب کنید. من کلا آدمی ام که زیاد مثلا کثیفی اینا برام مهم نیست. یعنی یه چیزی کثیف ببینم اینطوری نیست که چندشم بشه. نه خب دارم توضیح میدم. ولی از یه جایی بعد نمیدونم کی این ایده رو تو ذهنم گذاشت، خودم خیلی پافشاری کردم که به این فکر رسیدم که فکر نه حس که استخر و جکوزی اینا خیلی جا کثیفیه. 100% دیگه راحت نمیرم استخر عمومی و اینا چون همه توش همه داریم گوش میدیم به آره. همه توش لختن. نه لخ که نه، همه ول میدن دیگه خیلی. من خدا که هیچی تاولا هیچ جا ول ندادم، ولی من دیدم که ول میدن. حاجی خیلی پا من بچه بودم کردم تو رو نکردیم. نه به جون ایمان نکردم. نه من خودم میگم به جون ایمان. حتی من تو دریا هم با من اصلا کلا میدین که بیرون دستشویی نمیرم. من برگردم خود ما سفر دو روزه که رفتیم من دستشویی نرفتم. من نمیتونم خارج از خونه. شما از رومو خیلی بلند نشدی برای ما کامنت بذارید که آیا این کارو کردی تو استفیا. من بچه بودم. حالا در مورد ککتونم به ما سوال نکنید میگذاره. اونا که نه، ولی من خاطره چیزو با فرهاد نگفتم. چی خاطره دیگه؟ تا اینجاش اومدی دیگه ایگار گواد و فرهاد یهو با هم تصمیم گرفتیم آقا ما میخوایم نجات غریق بشیم تو این شهر و دیار. تصمیم به خاطر وجود زیاد در و داف در سخ بود. بعد مثلا اینجوری بود، من فکر کنم 19 سالم بود تو اون رنج سنی بودی، اوجش هم بودی، بعد تو دانشگاه بودیم مثلا. ما این تصمیم گرفتیم حالا میخوایم چیز کنیم این کارو بکنیم. بعد رفتیم کلاسش ثبت نام کردیم اینا. اوریج سنی تو کلاس ها بود 14 سال، 12 سال. همه بچه بودن. همه بچه بودن. خب اصلا اینجا انگار یه رسمیه که حالا اون بچه هایی که علاقه دارن به شنا اینا پدر مادرشون میذارن که نجات غریق بشن، به خاطر اینکه تا به سن قانونی هم میرسن یه کار خوبیه. مثلا درآمد خوبی هم داره. ساعت $20 میتونن پارت تایم در اگه که برینم که دیگه بیشتر. آره بیشتر میشه. خیلی خوب تمومش. اوکی ما بودیم یه بار همه بچه. بعد مثلا من و فرهادم خیلی وقت بود مثلا شنا نکرده بودیم چون یه قسمتش تست فیزیکال داره. مثلا اون دوران هم قلیون زیاد میکشیدیم. مثلا من یادم یه شبش که قلیون زیاد کشیدیم فرداش رفتیم کلاس یارو گفت که باید 10 تا طول برید پشت سر هم. من فکر کنم شوخی میکنه. همونجا دادم زیر خنده چون آقا اون معلم هم همسن ما بود دیگه. کوچیک‌تر ما بود. معلم کوچیک‌تر ما بود. بابا چی میگی 10 تا که اصلا منو فرات چه. بعد این بچه 14 ساله مثلا کوسه میرفتن میمدن. بعد این یه قسمتش بود. یه قسمت دیگه این بود که حالا من یه ذره اوکی‌تر هم ولی فرهاد پشمالوه. قورباغه داشتی طولو چی؟ قورباغه آمه جو کراسینه؟ آره ما قورباغه بیرم کراسینه. ما فقط میخواستیم انجام بدیم. نه فرهاد خوب دیدید که بر ایشو استکاکی که خواستی یه لباس داره اونجا اون زیر با از مو. بعد این بچه‌ها که ندیده بودن تا حالا همچین کابوس می‌دیدن تو خواب اینو بیرون کردن که مثلا آقا بچه 14 ساله اومده کلاس چه نجاتیه. یه سیبیل 20 ساله با کلی پش لخ بشه جو چیه یه ای آینده من اینه که وای یه زنیم تو کاراشم. یعنی قیافه این بچه هایی که میدیدی وقتی فرهاد مثلا راه میره لخت این چیزا خیلی خنده‌دار بود. حالا منم خودم چیز بودم ولی تو ازیاد نشدی خاطرات خوبی. نه من فقط خوشی یادم از آخر جفتتون ناجی شدی یا نه فرزاد که آره من رفتم. بعد یه سری
کلاس بعدی که در واقع کلاس آخری بود که میتونستم مدرکمو بگیرم کاملا چیز میکرد با اسکیجول دانشگاه، هم نمیتونستم بگیرم کلاس رو، بعدم دیگه عقب افتاد دیگه هم ول شد. شما تیراندازی هم بلدی؟ نه نه، از سواری و دیگه میخواستن سگانه. ما خیلی آروم کار انجام نیست. ساتل ساتل بریم سر اپیزودمون پایه این بریم پایه. اوکی کردم. چقدر دل دفت بدم میاد. اوکی کردم. روش اپیزود سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من برای بچه ها نشستن. سلام 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 برای کسایی که بار اولشونه، کارون و فرهاد و فرزاد. کارون و فرهاد و فرزاد جونم براتون بگه که ما برگشتیم با اپیزود 311 مون. امروز اپیزود کارونه، میخوایم نمیدونم در مورد چی میخواد صحبت بکنه، ولی اگر که پری اپیزود ما رو تو یوتیوب ندیدید و نشیدید میتونید بریم بشنوید در مورد کیک تو استخ صحبت کردیم. واقعا جالب و جذاب بود، یعنی واقعا از دست ندید اون قسمتو. چه خبر؟ سلامتی. خوب و خوش و سلامت. این هفته لانگ ویکند برنامه خاصی دارین؟ حالا من دوشنبه ساعت 8 صبح جلسه دارم. او وای. چرا؟ به تایم آمریکا این شما یا اروپا؟ آمریکا هم تعطیله. به آمریکا برای چی تعطیله؟ پرزیدنتس دی. به اصل قضیه گفتیم که اینجوری و اینا، گفتش که چون حالا ما تیمامون همه جای دنیان، گفتن که بالاخره همیشه یه جای دنیا تعطیله. همینه ما نمیتونیم با این مثلا. خب بعد آپشناله، بعد جلسه چی جلسه آپشناله آوری تو برای اینکه نه آخه نشون بدی نه نه پوری هستی و بری باید باش بری ولی بعدش بری دیگه تمام دیگه ها. هشت صبح آخه دیگه بعدش میگم همه با هم کادر کنیم روه رو تخت جدیده نپ 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 هم چارتای روی سطح خیلی سفت یه تخت سفت چی خوش هست تورد. تو چه خبر؟ تو برنامه دادی برای این هفته؟ اگه برنامه باشه با هم باید باشه دیگه، با هم یه کاری بکنم. چرا میخوای برنامه تو؟ من خودم برنامه دارم. نه ما برنامه برنامه من به برنامه تو اصلا نمیخوره. به کار و ایناییم، دارم میخواد کار رو بپیچونم. آه از الان اگه زوده. اگه از الان بخوای کار روز دوشنبه روز دوشنبه اگه برنامه هست بیان برنامه کنید. شما که مهمونی دارید. آره ما فرنامه دارم. ولی کلا آدم بی برنامه ایم، چون مثلا نمیدونم، خیلی دو سه روز پیش فهمیدم که دوشنبه تعطیله. عادت هم باید از قبل بدونم ولی نمیدونم. یه چیزی بگم، بعضی ها اینطوری هم و واقعا من از همان دارن خوب زندگی میکنن. 100%. یعنی من چطوری هم؟ که برنامه مثلا اینطوری نیست که بدونن 25 مارچ برنامه شون چیه. میگم بعضی ها همینطوری یه مثلا میگه که خب بریم مسافرت، بریم مسافرت، یا علی مثلا میرم مسافرت مثلا اینطوری که خب میبینی برای زندگیشون اونطوری برنامه ندارم و احساس میکنم با حال هم هست، چون هیچ وقت دیساپوینتد نمیشن. ما هم برنامه نداریم. حالا داری مسخره میکنی ولی احساس میکنم که اونم یه سبکشه و من خودم خیلی دوست دارم که برنامه داشته باشم، مثلا بدونم چرا فلان روز فلان کارو میخوایم بکنیم از این ساعت تا این ساعت، فلان روز مثلا میخوایم مسافرت این ساعت میریم این ساعت برمیگردیم. اینو من دوست دارم مثلا برنامه داشتن رو، ولی از اونورم لیمیتد میکنه دیگه. بله خودت جزو دسته بی برنامه دارانی دیگه. نه با برنامه داران. بله دوست داری که اونطوری برنامه ها دیگه برنامه داران. آره مهره داران برنامه. مثل سریاله، اسم سریال بی برنامه داران. پس برنامه ندارید و یه چیز دارک بگم. بابا تو هم افتادی به دارک بازی، بگو تیره. کی مرد؟ کی رفت زیر اتوبوس؟ مربوطه پدر بزرگ یه شخصی که میشناسم تو کانادا، تو شهر کانادا. ایشون قراره که تو آخر هفته دیگه به روش مرگ خودخواسته از دنیا بره. یوتنیزیا. آره یوتنیزیا. چیه مریضیشون؟ مریضی مختلف دارن ولی خب دیگه تصمیم گرفتن که دیگه حالا این
اینجا قانونیه مگه؟ اینجا قانونیه ولی مثلا اینکه یه پروسه طولانی طی میشه، اینطوری نیست که تو درخواست بکنی مثلا هفته دیگه به تجربه انجام بدن، کلی مرحله طی میشه که مطمئن بشن تو سلامت روان داری، مثلا کسی زورت نکرده باشه، پای ارث و مال و اموال در میون نباشه و اینا. ولی کلا من وقتی فهمیدم خیلی بهش فکر کردم، به اینکه تو اون امضا رو که میزنی که دیگه میخوای بگی آقا اوکی به قولی اون چراغ سبز رو بدی که take it away خیلی باید فکر میتونی تا آخرین لحظه نمیدونم مثلا به یومون سرفشی روز داستان بتونی کاش مطمئنن آیه قرآن مثلا یکی دیگه نه من نمیخوام نه دیگه نمیشه. حالا خیلی بده کسی که هاوس آف کاردز رو دیدن یه قسمتیش هست که این اتفاق میفته واسه مادر زن فرانسیس و همیشه اون تو ذهن من بود، الانم که دوره بحثش مطرح شد من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی چیز ایموشنالی خیلی ریچه. آره همش انگلیسی گفتم. پادکستی هم بود راجبش صحبت کرده بود، خودکست راجب صحبت کرده بود سیزن یک ولی کلا خیلی به نظرم هم گنگستر حرکت، نمیذاری خدا جونتو بگیره، نه بلای طبیعی نه ماشین، خودت اومدی. حالا خودت که اومد نمیدی آخه نه احتمالا اون آدم انقدر توی عذابه همین. هیچ راهی آره. هم نیست دیگه، یا تو باید مثلا مرگ تدریجی باشه یا دیگه خود تصمیم میگی. حالا ما شاید داریم به شوخی و خنده میگیم ولی میتونه چیز خیلی ناراحت کننده باشه و خیلی چیز جدیه. اون شخصی که این تصمیم گرفته 100% تحت فشار خیلی زیادی بوده. آره ولی هم فراد میگه خیلی آسون نیست اصلا، چیز زیادی میخواد. چیه لغت خود؟ چیز کوریج. آره چیه؟ شجاعت. شجاعت نه بگید دیگه کنید سه نفر آدم والا ما اینجور مواقع میگیم بیزه. حالا چه نمیدونم اصلا اپیزودا رو جدی نمیگیریم با فامیلی گوش ندید. آره جرأت دیگه، آخه جرأت و جنم دیگه. جنم نیست، جنم که رفت نداره، جرأت شجاعت بی باکی نه باز کوریجی معنی دیگه میدن جسارت. میخوای بریم تا تمام لغات انگلیسی رو یه بار مرور نکردیم که یه معنا رو میدن، میخوای بریم سر اپیزود بگو ببینم چی داری برامون؟ این اپیزود برای ایمان میرم، اپیزودی که ایمان خیلی دوست داره، اسپیشل اپیزود فور یو. همه بالا تمام خودکست خواب نمیدونم حدس بزنی چند وقته به من میگفتی برو تویچ کجا برو؟ چند وقته به من میگفتی اپیزود راجعه موضوع برو؟ آها NFT اوکی شیت راجب NFT میخوام صحبت کنم. خب برو بریم. اوکی اون آخر 2017 یادتونه بیت کوین خیلی داغ شده بود و همه ما هم چهار تایی بریدیم وسط قضیه و ضررهای اسمی دادیم و اینا. اون موقع من راجب بیت کوین اومدم صحبت کردم. بله باشه یه کریپتوکارنسی رمز ارزها و بیت کوین ها، اون الاغی که برده بودن صدا و سیما بیت کوین ملکه بیت ها. بعد یارو خبر موجی مثلا یه نگاه که بود تو دیگه سکه بیت سکه بیتی سکه نه یارو گفت بعد این که گفت ملکه بیت ها یارو بهش اشاره کرد، اون از درون فهمید که چقدر پوچ و بی سواده، گفت سکه بیت بهترش کرد بیت کوین سکه بیت. خیلی مثلا انمک هم بوده مثلا. آره اون موقع من راجع به موضوع اپیزود رفتم یادم خیلی فشار عجیبی هم بهم اومده بود، چون حس میکردم که باید برم دیتیل این قضیه رو بفهمم. آره یعنی واسه اینکه کلیات رو بفهمی باید بدونی مثلا الگوریتم زیرش، یا تو اومده بودم توضیح میدادم آره یه عدد اشاری پیدا کنی که جذرش رو بگیری، نمیدونم این رقم بعد اشار نمیدونم چی میشه این، که بی خود دیگه الان من کارو بکنم قطعا نمیام برم اون همه جزئیات بگم، که من که برای این NFT همین کارو نکردم، سعی کردم که یه ذره چیز سر باشه خوش بگذره بهمون. عالی شد. ولی آره این مرتبط مزهشون که شما هم اقام بفهم نه نه بابا خودم هم بگم. من اون موقع مثلا رفتم کلی ردیت خوندم راجع به موضوع که بفهمم دیتیله چیه، بعد الان که نگاه میکنم خب من هیچ کدومش یادم نیست. در صورتی اگه حالا مثلا من این کلیاتو به صورت قصه بار بگم 10 سال دیگه هم یادم میمونه راحت تر. بگو برام قصه بگو. آره ببین NFT و سکه های چی رمز ارز، آره رمز ارز ها، آره اینا خیلی با هم مرتبطن.
اگه اونو پول مجازی در نظر بگیریم، NFT ها رو میتونیم به عنوان کالای مجازی در نظر بگیریم. بله. حالا NFT مخفف چیه؟ بگید. نان فانجبل. آره، نان فانجبل توکن. فانجبل در انگلیسی یعنی اینترچنجبل یا ریپلیسبل. نان فانجبل یعنی حالا توکنشو بزنیم کنار. نان فانجبل یعنی یه چیزی که قابل تعویض نیست، قابل جایگزینی نیست. یه چیز منحصر به فردی که فقط اونه. هیچ چیز مشابه دیگه ای عشق مثل پنج تا پسر نابغه. آره آره، نان فانجیبل یعنی یه، حالا توکنشو جلوتر میگیم، فرض کنید یه مفهومیه، یه کالاییه توی دنیای مجازی که قابل تعویض نیست، فقط همون یه دونه ازش توی دنیا هست و این گارانتید شده که همون یه دونه ازش هست. بله. خب بعدی میتونه حالا این کالای مجازی ما اینجا یونیک پیس آف میدیا، پیس آف شیت، یه میدیای منحصر به فردی، میتونه عکس باشه، میتونه موسیقی باشه، میتونه جیف باشه، میتونه نمیدونم ویدیو باشه، تمام اینا میتونه باشه. الان چیزایی که ازش اینی ما آرت و ایناش عکساشو زیاد دیدین، خیلی NFT شده، دیجیتال آرت. آره، آلبومای موسیقی رو دارن ملت تلاش میکنن که NFT کنن. NBA یه سو استفاده کرد، مثلا جیف استمدان که چیزو لبران و 200,000 دلار مثلا فروختن. خب آره، خلاصه اینا یونیک پیس آف میدیا که روی بلاکچینه، بلاکچین یا پابلیک لجر. حالا واسه این که بلاکچین اینا رو ما موقع توضیح دادم، ولی الان به زبان ساده تر بخوایم بلاکچین یا پابلیک لجر رو توضیح بدیم. لجر چیه؟ لجر همون دفتره حسابداری اینا هن که تمام تراکنش ها اینا توش دقیق نوشته شده. خب فرض کنید که آقای فرهادی میخوان به حساب ایمان پول کریو واریز کنن، یه $4.23 دهنه ما رو باید سرویس کردید. چیکار میکنه فرهاد؟ فرهاد یه دونه دیگه سرویس نگیره، یه دونه ریکوست میفرسته به بانک خودش، خب که من میخوام $4.23 بریزم به حساب ایمان. بانک موجودی حساب فرهاد رو چک میکنه، اگه موجودی حسابش بیشتر از 4.23 باشه ازش 4.23 کم میکنه، میفرسته به بانک ایمان. بانک ایمان میره حساب ایمان رو چک میکنه، میبینه مثلا $1,000,000 توش پوله، این 4.23 رو میذاره روش، میشه $1,000,000 و 4.23. حال کردم خب این در واقع بعد این تراکنش توی حساب فرهاد توی بانک خودش ثبت میشه، این تراکنش توی حساب ایمان توی بانک خودش ثبت میشه. و داستان چیه؟ اینه که فرهاد و ایمان به بانک هاشون اعتماد دارن. بانک ایمان و فرهاد نمیاد حسابشون رو دستکاری کنه، عدد کم و زیاد نمیشه. سالهای ساله که بانک ها تو دنیا وجود دارن و همه آدم ها هم به بانک ها اعتماد دارن. حالا فرض کنید که این قضیه رو ما بخوایم توی دنیای مجازی انجام بدیم. فرض کن فرهاد به جای اینکه 4.23 دلار پول برای ایمان بخواد بفرسته، بخواد به اندازه 4.23 دلار ارز مجازی، حالا هر چیزی، رمز ارز، هر چی که آره، بله، میخواد رو بفرسته برای ایمان. بیت کوین. آره، ملکه بیت ها میخواد بفرسته برای ایمان. چه اتفاقی میفته؟ اونجا دیگه یه دونه بانک سنترال وجود نداره، بانک مرکزی وجود نداره. مثلا حساب فرهاد تمام تراکنش‌های توی حساب فرهاد رو تمام کامپیوترها بهش دسترسی دارن، کامپیوترهایی که توی این شبکه رمز ارز هستن. برای همین بهش میگن پابلیک لجر. خب حالا فرهاد میگه که 4.23 از حساب من کم کن بریز به حساب ایمان، تمام کامپیوترها میان تمام ترانزکشن‌های حساب فرهاد رو نگاه میکنن از روز یکی که باز کرده، اینا رو جمع و تفریق میکنن، میبینن آیا توی حساب فرهاد 4.23 دلار هست یا نه. اگه باشه 4.23 ور میدارن میریزن به حساب ایمان، همین اتفاق برای حساب ایمان میفته. نکته چیه؟ تمام کامپیوترها این کار رو انجام میدن به توافق برسن. آره، و اگه یک از اینا مثلا ارور بده که نه تو حساب فرهاد تمام کامپیوتر هم از اون کامپیوتر کیه، کامپیوترهایی که توی این شبکه وصلن. خب ببین تو حالت بانک یه دونه سرور بانکه، تو یه ریکوست به سرور بانک میدی، سرور بانک دیتابیس داره، میخونه میبینه عدد حساب تو چقدره. خب اینجا پابلیک لجر بلاک چین، همه به این اطلاعات دسترسی دارن. کامپیوتر
یه سرور وجود نداره، کامپیوتر منم توش محسوب میشه یا اگه توی شبکه باشی اون شبکه‌ای که داره ماینینگ رو انجام میده. دیسنترالایز بانکینگ، حالا اگه بهش بگیم دیگه سنترالایز نیست، یه دونه سرور یه دونه دیتابیس نیست، تمام کامپیوترهایی که تو این شبکه هستن به تراکنش های حساب شما دو نفر دسترسی دارن، میرن نگاه میکنن اگه تو حسابت کافی باشه از حسابت تو کم میکنه، میریزه به حساب ایمان و اون تراکنش ثبت میشه، تموم شد، اون تا ابد روی بلاکچین این تراکنش وجود داره. تا ابد شما میتونید این قضیه رو ترک کنید. خب پس حالا مفهوم تراست چجوری به وجود میاد؟ به خاطر اینکه این همه کامپیوتر وجود داره و این تراکنش رو حالا بستگی به پروتکلی که اون در واقع رمز ارز داره، این تراکنش ها رو تمام این کامپیوتر رو باید تایید کنن تا انجام بشه. بر اساس اون پروتکل یه مینیمم تعدادی باید اینو تایید کنه، تایید نکنه تراکنش انجام نمیشه. پس ما اینجا تونستیم تراست رو به وجود بیاریم. قدیم یه بانکی بود که مثلا دولت روش چیز داشت، دخل و تصرف، آره دولت روش نظارت داشت، اون تایید میکرد، شما به اون اعتماد داشتید. اینجا یه الگوریتمی طراحی شده که اگه چیزی درست نباشه اصلا تراکنش انجام نمیشه. این شد مفهوم بلاکچین یا پابلیک یا دیجیتال لجر. کار یه این یه ترمینولوژی یه ترمی داره این تراست که در واقع میدونی اون ترم چیه؟ من فکر کردم توی کارهای شما باشه استفاده بشه. یادم رفته، فکر کردم یه چیزیه که اثبات میکنه مثلا این دیجیتال سیگنچر و اینا، نه بدون اینکه مثلا وارد حالا اطلاعات بانک ایمان بشه وریفای میکنه که آقا این دلار توش هست. یادم نیست حالا فکر کردم. آره حالا یاد اومد بگو من میتونم چیز کنم. همین، این شد بلاکچین، پابلیک یا دیجیتال لجر. پس توی دنیای مجازی این تراکنشه داره اینجوری اتفاق میفته، یه سری کامپیوتر هستن که خودشونو وارد این شبکه کردن چون یه پاداشی توشه. هر تراکنشی که بخواد انجام بشه این کامپیوتر شروع میکنن بررسی کردن، اگه درست باشه تراکنشو برای شما انجام میدن، تمام شد. پس ما اون چیزی که تو دنیای واقعی داریم توی دنیای مجازی هم داریم. حالا اون شد پول مجازی، کالای مجازی هم که شد NFT. نکته NFT چیه؟ اینه که خود NFT یونیکه، فقط یه دونه ازش. بگو. نه پیدا نکردم. آره خود NFT یونیکه، فقط یه دونه ازش وجود داره. و دلیل این که ارزشمند هم هست همین یه دونه بودنشه. کلن از لحاظ روانشناسی توی ذهن انسان هر چیزی که نادر باشه ارزشمنده. بله اگه شما تو خیابون راه میرفتید به جای خاک رو زمین طلا بود، حالا جدای از ویژگیایی که طلا داره دیگه برای شما ارزش نداشت. طلا چون نایابه ارزشمنده. حالا توییت، اولین توییتی که تو دنیا شده میدونی کی کرده دیگه؟ سی او خود توییتر. هلو ورلد؟ نه هلو ورلد اینترنت. نوشته just setting up my Twitter. این چقدر فروش رفته؟ 2.3 یا چیزی. 2.3 چی؟ اتر؟ میلیون. آره 2.9 میلیون دلار اولین. ایرانی هم خرید میکنه. نمیدونم. تو مالزی بود یا سنگاپور. نمیدونن که انانیمسه. آره توی مالزی. ایرانی. آره 2.9 میلیون دلار اولین توییتی که تو توییتر شده فروش رفته. این اسکرین شاتش رو خریده چیزی؟ آره ببین حالا داستان چیه. میمش در اومده بود دیگه، میگه مثلا یارو 2.9 میلیون دلار داده یه NFT رو خریده، من کپی میکنم توی گوشیم هست همیشه. خب این درست میگه، شما میتونید کپی های NFT رو داشته باشید. بله یعنی از شما بپرسن که میشه NFT رو کپی که، بله میشه و نمیشه. میشه به خاطر اینکه تو میتونی تو گوشیت همونو داشته باشی، اون آرت ورک رو. نمیشه به خاطر اینکه توی پابلیک لجر ثبت شده که این NFT با این سیگنچر مال مثلا اون آدم است. و اینو هیچ کسی نمیتونه وایلیتش کنه. هیچ تقلبی روی این قضیه نمیتونه صورت بگیره، به خاطر اینکه همین تمام این دیسنترالایز کامپیوترها، این الگوریتم ها تضمین میکنن که هیچ اطلاعات غلطی روی این لجره نمیتونه بره. پس اون NFT توی دنیا به اسم شما، همه میتونن اینو چک کنن، همه میتونن اینو وریفای کنن. تو میتونی کپیش کنی آره، ولی برای تو نمیشه، برای اون میشه. حالا اینکه این چه کاربردی داره رو من نمیدونم، خب ولی این به اسم شما ثبت میشه. 2.9 میلیون دلار دادن اون اولین توییتر رو خریدن.
بگو. گفتی کاربرد، من یکی حالا داشت مثال میزد، میگفت اگه بخواد این مثلا توی فیلمی از این اولین توییت اس ببرن یا نشونش بدن، باید برن به اون شخص لویالتی بدن. کپی رایت آره، در آینده خیلی کمک میکنه به حفظ حقوق تولید کننده. و کوانتین تارنتینو هم اومد سکریپت پالپ فیکشن رو که چیز کنه، NFT کنه، NFT کنه، سو شد از سمت چیز، از سمت همون کمپانی بزرگی. آره ندارم چرا بود MGM که. آره حالا این داستان چیزو، این که چیزی که نادره و چیزی که خاصه چرا ارزشمند میشه، نان فانجیبل ها، ریپلیسیبل نیستن، اینترچنجیبل نیستن. اینو یاد باشه، من با هم که رفته بودیم 5 سال پیش من ماشین بگیرم، طرف اینو برام توضیح داد، گفتش که توی حالا بازار ماشین سود توی ماشین دست دومه. بله. چرا؟ چون تو ماشین نو بخوای بخری، این ماشین تو هزاران تا مدلش تو کل دنیا وجود داره. خب ولی وقتی دست دوم میشه فقط همین یه دونه با این ویژگی‌ها وجود داره. اینو خیلی اونجا اولین بار مثلا به این مفهوم فکر کردم. چون مثلا با سیم میکروفون بخوایم بگیریم، هزار تا مثل این تو دنیا وجود داره دیگه، قیمتش هم ثابته. دلیل نداره این ارزشمندتر باشه. یا مثلا چون این کاغذ، خود کاغذه از اینا که بی‌نهایت تو دنیا هست. ولی این کاغذی که من روش این اپیزودو نوشتم نان فانجیبله. این کاغذه فقط همین یه دونه ازش تو دنیا هست. پس این حالا میتونه معنادار باشه، میتونه ارزشمند باشه. نه لزومند، ولی چون فقط همین یه دونه ازش هست این میتونه. کاغذه خودکست رو NFT نکنیم. آره من دقیقا اپیزودی که مینوشتم رو یادم یه کامنت اومده بود در موردش که البته ایشون خواستارین بودن که ما مجانی بذاریم، ولی ما NFT میکنیم. مجانی؟ آره NFT بخوای بکنی فقط مثلا 100 دلار اینطوره باید بدی که NFT بشه. بله حالا راه مثلا یکی 1 دلار میاد، راه ارزش داشتن. آره پس این داستان منحصر به فرد بودنه و ارزشمند شدن این داستانه کمک میکنه. قبلا هم گفتیم دیگه هر فرمتی میتونن باشن این NFT ها. پس تا اینجای کار راجع به چیزایی که صحبت کردیم اینه که توی اون دنیای مجازی بیت کوین، حالا عنوان ارزی که از همه معروف داره، آره ملکه بیتا، بیت کوین فانجیبل یا نان فانجیبل؟ نان فانجیبل. شما؟ نان فانجیبل. شما؟ آره همه اشتباه گفتیم، بیت کوین فانجیبل. بخاطر اینکه داره ازش پرودوس میشه. اصلا من یه بیت کوین دارم، میتونم با بیت کوین تو معاوضه‌اش کنم. آها آره فرقی نمی‌کنه. من به اکسچنجش چیز کردم. آره مثلا شما مثلا پول داری 10000 تومان داری، 10000 تومانی میتونی با 10000 تومانی دیگه جابجا کنی، فرقی نداره. فانجیبل بودن اونطوریه. آره فانجیبل بودن یعنی آره، ولی مثلا چه میدونم تابلوی مونالیزا اون نان فانجیبل، همون یه دونه ازش رو دنیا میتونی کپی کنی، عین همونو بکشی، ولی ارزشش مثل اون نیست. چون فقط همون یه دونه ازش هست. یکی داش توضیح میداد، نمیدونم کی بود، میتونه به احتمال خیلی زیاد پخسه باشه، ولی میگفتش اگه مثلا یه 50 دلاری به تو پس میدم موقعی که فانجبله، اینطوری که تو میتونی بعدش دو تا 20 یه دونه دهی به من پس بدی، ولی وقتی نان فانجبل باشه بعد دقیقاً همون 50 که من به تو دادم و بهم پس بدی. همین دیگه. آره چون آره همون یه دونه ازش وجود داره. پس توی اون دنیای مجازی بیت کوین شد واحد پول که فانجیبله. یه بیت کوین من داشته باشم با بیت کوین ایمان جابجا کنم هیچ فرقی نداره، ولی NFT اون کالایه شد، اون کالایی که یونیکه، فقط یه دونه ازش هست. من اگه یه NFT دارم فقط همون یه دونه است دیگه، نمیتونم با هیچ چیزی معاوضش کنم. این داستانم داستان جدید نیست، سال 2014-15 اومده NFT، 7 سال طول کشید که انقدر معروف بشه. مارکتشون چیه؟ تو اولین بار فکرم نشون دادی تو پادکست، اوپن سی. آها سایت opensea.com مارکت این NFT هست. خودشون میگن ما میخواییم آمازون NFT باشیم. بعد توی اوپن سی سال 2020 سالیانه فقط 50,000 تا خرید و فروش انجام میشده روی NFT ها تو سال 2020. خب الان 2021 تا زالان هم نه، ماهی 4 برابرش خرید و فروش میشه. وحشتناکه. حالا چیزایی که من از NFT دوست دارم، چیزایی که دوست ندارم. چون چیزایی که من دوست دارم اینه که به صورت منحصر به فرد تملک شما رو روی اون حالا کالای دیجیتال مشخص میکنه. دوست داری اینا رو؟ آره. تملک رو دوست داری؟ نه من میگم جلوتر چیشو دوست دارم. ملاک هم میگم از متملکینه. آره. مثلا فرض کن
در آینده سند خونه رو NFT کنن جالب نمیشه؟ چرا NFT بهت بدن به جای اینکه این همه کاغذ رو دهن آدم الان سرویس بشه هزار تا چیز رو امضا کنی که مثلا یکی یه چیزی رو پرینت کنه و بیاره بده به تو. فرض کن در آینده سند خونه رو به تو NFT بدن، تضمین شده که این برای توه و همه دنیا هم بهش دسترسی دارن، هیچ وقت هم تقلب روش صورت نمیگیره. یا مثلا مدرک دانشگاهی تو به تو NFT بدن، خب تضمین میشه دیگه، این الگوریتم میتونه اثبات کنه که این برای توه. خیلی چیزه. آره دیگه معتبر. راجع به چکسام احیانا صحبت نمیکردی؟ نه این اومشو که چک کنه، ولی خب برات یه موضوعیه که توی کوانتوم کامپیوتینگ هم استفاده میشه. کوانتوم راجب چکسام و هش کد و اینا احتمالاً صحبت. هش ریت نه. چه دیگه با اونم میتونی بفهمی که آها تو گفتی حسابش حالا بلش کنید. این چیزی که دوست دارم چون منحصر به فرده، فرض کن در آینده سند خونه، مدرک دانشگاه منحصرا به اسم تو تمام شد، خیلی راحت، هیچ جا هم نمیشه تقلب راجبش انجام بشه. بعد چیز دیگه برای خیلی از هنرمندا میتونه منبع درآمد خوبی باشه. چون هنر حالا چیزیه که دیده شدنش ممکنه سخت باشه، ولی اگه دیده شه دیگه یهو وحشتناک دیده میشه. خیلی مفهوم عجیبیه. یه چیزی من بگم قبل از اینکه بری بعدی، ولی من دیدم که مثلا از یه NFT مثلا 200-300 تا میزنن، یعنی لیمیتد به یه دونه نیست. این اونا نیست که یه تغییری میدن توش مثلا میمونه تغییر میدن، مطمئنی؟ یه کالکشنه 100%. آره یه NFT یه سیگنچر مشخص داره و یه نفر فقط صاحبش. کل چون من داشتم مثلا توی وبسایت نگاه میکردم نوشته روش که مثلا 200 available، یه پکیج دیدم اونا رو، یه مجموعه مثلا اون میموناست، چون اصلا بیاد یه پیکسلشو یه دونه کالرشو یه دونه کم کنه اون دیگه عوض شده، این اون نیست. ولی من اونا رو دیدم، اونا یه کالکشنه، مثلا یه عالم میمونی یه ذره میخنده یه ذره گریه میکنه فعلا. بر چیزی که دیگه ای که دوست دارم، برای هنرمندا میتونه منبع درآمد باشه، یعنی کسی که قدیم خیلی سخت ممکن بود دیده بشه، الان هر جای دنیا باشه میتونه حالا با این الگوریتم NFTش کنه بذاره تو مارکت، کسی خوشش بیاد میتونه بخره. یه سرچی هم رفتم تو این اوپنسی کردم، گفتم بذارید ایران مثلا چی میاد، عکسای شاه رو برداشته بودن NFT کرده بودن گذاشته بودن، یه دونه آفر رو اینا نمیومد. مثلا یک صدم اتر گذاشته بود یه دونه. و چیزی که خیلی راجعش دوست دارم، از اپیزود قبل خیلی وول می‌خوردم که بگم، حذف واسطه هاست. آها. خب اگه براتون سوالی که واسطه کیه، شناسایی سخته براتون، واسطه کسیه که موفقیت خودش رو و کار کردنش رو نیاز داره به بقیه نشون بده. یعنی شما اگه جایی رفتید یکی داشت از کار کردن خودش صحبت می‌کرد، اون آدم یعنی مجبور بود نشون بده به بقیه که من دارم خوب کار می‌کنم، اون آدم واسطه است، اون آدم کار واسطه گری انجام میده. دلالی آره، نه بزنیم ادامهش ادامهش چون که کسی که کار اصیل داره انجام میده وقت نداره بیاد تبلیغ کنه، شواف کنه. اونی که برای انجام دادن کارش نیاز داره بیاد بگه من دارم صبح میرم سر کار ببینید، این یعنی که این آدم واسطه است. کاری که NFT انجام میده فرزاد واسطه است. کاری که NFT انجام میده این واسطه رو حذف میکنه، به جنگ مثلا هزار تا دلال این وسط باشه که اون کار هنری رو مثلا، حالا الان هنره پس فردا هزار تا چیز دیگه هم ممکنه NFTش در بیاد، بخواد به بقیه نشون بده بفروشه، این به صورت مستقیم شما میذارید توی این اوپن سی، بقیه میان چیز میذارن، بید میذارن روش، خرید و فروش میشه. آره خوب توضیح دادی، یا باز حذف واسطه رو بیشتر براتون چیزی که در مورد واسطه بدم. خواستیم بگید یه اپیزود کامل در مورد واسطه کار رو برام سوالو. چیزایی که راجعش دوست ندارم. NFT ها الان اکثرا روی بلاکچین اتر داره ثبت میشه. خب پابلیک لجر اتره. اتریوم مصرف برقش زیاده. واسه اینکه بفهمیم چقدره، الان 33 تراوات ساعت پاور داره مصرف میشه برای این تراکنش‌های NFT. خب این عدد خب برام هیچ معنی نداره. این به اندازه توان مصرف برق کشور صربستانه در یک ساعت، در یک ساعت تراوات ساعت. آره یعنی توان مصرفیش توی یک ساعت، پاوری که مصرف میشه برق 33 تراوات که کل کشور صربستان توی یک ساعت اینقدر مصرف میکنه.
این مقداری که دارن ماینش میکنن برای تراکنش های NFT آه تراکنش های NFT فقط NFT یعنی اصلا ماین کردن اترو تترو بیتکوین الان که اینو گفتی فکر کردم که ترانزکشن کل اتر رو همه چیه یا فقط برای ترانزکشن NFTه. آره میتونیم بعدم بیام کانفرمیشن بدیم. بعد خب این مصرف این برقه چجوری تولید میشه؟ سوخت فسیلی باید مصرف بشه، بعد اینا نمیدونم کربن میدن توی جو و اتمسفر رو خراب میکنن و این داستان دیگه. این بعد قضیه اینه که میخوای بخری نوشته یه قسمتش گس فیه. آره میذارن که این آره آفرین اون یه چیز دیگه است. اون این نیست گسفی و دلیلش اینه که در واقع پولیه که تو میدی که وارد این مارکت بشی بتونی اون تراکنش رو انجام بدی. این ترم رو من شنیدم، البته 100% از مطمئن نیستم. این آرگومنت راجع به ماشینای برقی هم هست دیگه. حالا برق ممکنه چیز تولید نکنه، آلودگی نداشته باشه، ولی خب برق چجوری تولید شده؟ یه سوخت فسیلی مصرف شده که مثلا اون باتری شارژ بشه. این آرگومنت اونجا هم هست. این چیزیه که مطلوب نیست دیگه راجع به مصرف NFT، به خاطر اینکه راجع به وجود NFT، چون شما یه انرژی وحشتناکی رو دارید تولید میکنید، یه فوتپرینتی رو دارید توی طبیعت به وجود میذارید، به وجود میارید که لزوماً برای بشریت مفید نیست. یعنی اون انرژی مصرف نمیشه که چه میدونم شما برق یه شهر رو تامین کنی، یه سری آدم ها از A ببری به B برسونی. یه مفهوم مجازی داره رد و بدل میشه، داره شاید زندگی یه نفر از A به B میرسونه دیگه، یه نفر دیگه با کشور سربستان که مثلا چیز نیست. نه شاید یه نفر نباشه، تعداد با یه کشور احتمالا قابل مقایسه نیست. آره. خب علاوه یه سری دارن ازش پول در میارن، زندگیشون رو میچرخونن دیگه. آره بعد آها الان 100% ما توی حباب NFTیم. یه بابلی وجود داره، میگم دیگه توی 2020 تو کل سال 50,000 تا تراکنش انجام شد. 2021 ماهی 200,000 تا، یه 4 برابرش انجام شد. و خب این یعنی همون بابلیه که 2017 ما رفتیم افتادیم توی بیت کوین. الان هم برید بیافتید توی NFT ممکنه اینجوری باشه، یعنی پس فردا این بابلی میتره که. ولی اون بابل خوب بود حالا میگم چرا. نه بابله دیگه، قطعا این بابله. وقتی یه هو اینجوری میره بالا بابله، این بابله میتره که قطعا همیشه. ولیشو آخر میگم. ببین این بابل رو بحران دات کام هم داشت دیگه. بله شرکت هایی که اینترنت بیس بودن، مبتنی بر اینترنت بودن، 1995 تا 2000 باعث شدن که یکی از ایندکس های آمریکا، شاخص نستک که تکنولوژی بیسته، از 1000 رسید به 5000، یعنی تو 5 سال 5 برابر شد. خب بعد این حباب ترکید توی مارچ 2000، اینا شاخص 5048 بود، ترکید تو 4 اکتبر 2002 شد 1139. یعنی کل پیشرفتی کرد و برگشت. بعد اکثر این کمپانی ها ورشکست شدن، خیلی از آدم هایی که توی تک بودن. حالا ما میشنویم، من اینجا آدمایی رو میشناسم که تو اون بحران بودن، بیکار شدن، خیلی اصلا رفتن فیلدشون رو کلا عوض کردن. فکر کردن این یه اینترنت چیزیه که کار نمیکنه، صرفا یه بابل بود و ما اشتباه کردیم و اینا. ترکید. آره ترکید. ولی خب از 15 سال طول کشید ریکاور کنه ایندکس نستک، 15 سال طول کشید برگرده به اون قضیه. ولی بابلی که ترکید باعث شد از خاکسترش چی در بیاد؟ اینترنت الانی در بیاد که پایه و اساس جوامع امروزی دیگه. الان بدون اینترنت که اصلا هیچ کاری انجام نمیشه، چون هم شرکتی مثل گوگل و اینا در اومدن که دنیای امروزی رو شکل دادن. اینترنت 2.0 در واقع. آره بله. آره یعنی یه مفهومی اومد، خیلی هایپ وحشتناکی داشت، یه کارکشنی روش انجام شد، بابل ترکید، خیلی بدبخت شدن. ولی از خاکستر اون یه چیزی در اومد که دیگه استیبله. حالا مثلا بیت کوین هم اوایلش اون موقع که وحشتناک داشت میرفت بالا، خیلی حدس می‌زدن که اتفاق مشابه بیفته که افتاد، یهو وحشتناک افتاد پایین، الان دوباره رفته بالا. ولی یه مقدار با اینترنت فرق داره، با اینکه کلی پتانسیل داره بیت کوین، حالا همین همه رمز ارزا هنوز ازش اونجوری استفاده نمیشه. اون مفهوم دیسنترالایزدش یه ذره شک و شبهه روش اومد، به خاطر اینکه حکومت‌ها شروع کردن روشون چیز کردن، اعمال نفوذ کردن و نظارت کردن. بعد خیلی چیز دیگه والتایله، خیلی بالا پایین داره. آره خیلی بالا پایین داره، ولی پتانسیل داره دیگه. اصلا همین مفهومی که شما چندم از یه کشور دور افتاده تو فقط به اینترنت دسترسی داشته باشی، میتونی پول رد و بدل کنی بفرستی جای دیگه، این خیلی خوشگله. تو محدود نیستی به
در واقع ارز خود اون کشور، ارز خود اون کشور، قوانینی که اون کشور تو رو محدود کرده باش نیستی تو و قوانینی که کشور دیگه تو رو محدود کرده، آره همه چی دیگه، آره دیگه، پولی که سنترالایزده همه چیز محدودیت داره، ولی این در ذات میتونه نامحدود باشه، در عمل چقدر نامحدود شده جای شک و شبهه، چون اعمال نفوذ رو شده. حالا NFT هم اینجوریه، در ذات یه مفهوم خیلی گسترده و در واقع نامتناهی میتونه باشه. اینکه الان حالا داره ازش درست استفاده میشه، اینکه تو بابلی ما اینا اینجوریه، در آینده چطوری میتونه بشه، میتونه مفید باشه، آره احتمالاً میتونه باشه، به اونجا میرسه نمیدونیم. سوال ایمان پرسید اینوست کردن روش خوبه، نمیدونیم. اون پولی تو اینوست کن که میخوای میتونی از دست بدی و هیچ خواب شب رو تعد. آره نمیدونیم، ولی کلا اینه چیز جالبی بود من خوندم راجبه. الان واسه اتریوم آیا پلتفرم رقیبی هم هست که این اتفاقات و تراکنش‌های NFT؟ آره روی پلتفرم خیلی جای دیگه، خیلیش اسکمه. اتریوم ریلایبل، سولانا هم من شنیدم خوب نمیشه. سایبر بات خود شیبا بود، اونم میخواست پلتفرم بشه یادمه. نمیدونم شیبا پلتفرم شبیه همه اتریوم بود. اتریوم است. آره این خیلی داج. از اینا روی بلاکچین اتریوم هن اصلا. شیبا حالا بفرمایید. سوالی من تمام شد. من حالا کلا اولین باری که فکر کنم 2018 در مورد دوستم در مورد بلاکچین و اینا برام داشت توضیح میداد، یکی از اساسش که 2017 ما اپیزود رفتیم دیگه. خب دارم دوستش داشت در مورد بلاکچین بار. آخه اصلا ما رو گوش نمیداد. گوش نداد. آره من همینم. خب داشت برای بلاکچین رو برام میشکافت دیگه، هنوزم شاید اسمش خیلی داره. نه خب ا داره. خب اوه ا داره. بعد اولین چیزی که به ذهنم رسید و تو اخبار اینا دارم میبینم که دارن روش کار میکنن اینه که این سیستم بلاکچین و اینا بیاد توی زمینه انتخابات رو کمک کنه، که دیگه حالا مشکلاتی مثلا دزدی کردن تو انتخابات و نمیدونم تقلب کردن و این چیزا از بین بره و خیلی کلا سیستم راحت تر بشه. من اینو جزو چیزایی که گفته قسمت خوب و بدش، این به نظرم چیز باحالی میشه. ولی این مزایای این دیسنترالایزد است دیگه، چون که یه عالمه کامپیوتر همزمان باید اون تراکنش رو تایید کنن که انجام بشه دیگه، اینجوری نیست که شما یه سرور داری، حالا اون سرور رو بهش اتاک کنی، بهش حمله بشه، اطلاعاتش لیک کنه، تمومه دیگه، همه چی از دست رفته. ولی خب این یه عالمه کامپیوتر، یه کامپیوتر اون وسط بهش اتاک شد، این تای دیگه وجود داره که اون تراکنش رو وریفای کنه، ولیدیت کنه در واقع. روی این حساب خیلی آره مفهوم جالبه دیگه. اوپن سورس هم هست، خب همه بهش دسترسی دارن، میدونن زیر قضیه داره چی میگذره. ولی چونم تو به بانکت ریکوست میفرستی، نمیدونی مثلا سیستم بانکت چیه. کاری که با فکر کنم راجع کره شمالی صحبت کردی، یه هکر توی آمریکا تونست مثلا اینترنت کل کره شمالی رو بیاره پایین، به خاطر اینکه این رفت دید اینا از سرورایی که استفاده میکردن، مثلا آپاچی سرور قدیمی بود، اینا یه عالمه سکیوریتی هول داشتن. بعد سکیوریتی هولایی که سالها پیش توی دنیای واقعی نه کره شمالی پچ شده بودن، دیگه سکیوریتی هول نبودن، بسته بودن، اینا هنوز اونجا وجود داشت. بعد اصلا یارو نوشته بود ورژن لینوکس خودشون رو نوشته بودن که از یه لینوکس قدیمی اومده بود که خیلی چیز بود، یه نفره اینترنت آورد پایین. حالا شما به بانکتون که ریکوست میفرستی، نمیدونی بانک داره از چی استفاده میکنه. قطعا حالا مثلا بانک های اینجا پیشرفتن و نمیدونم خیلی ایمنن، ولی نمیدونی دیگه تهش. ولی از اون طرف حالا این مفهومه، میگم یه کامپیوتر هم بهش اتک شده، اطلاعاتش از بین رفت، هنوز انت دیگه باید ولیدیت کنه، برای همین در واقع گارانتید شده اطلاعات دستکاری نمیشن. در مورد چی میگن زمینای مجازی، اونا رو هم خوندی در موردش؟ اونو میخوای هفته دیگه؟ خب پس صحبت نکن. اونم عجب چیزیه. آره متاورس اینا رو میخوام هفته بعد راجعش صحبت کنم. زدیم تو تکنولوژی دیگه، از روانشناسی این بعده که کامنت چی داری برامون؟ نه داری؟ نه چرا؟ اون کانسپتی که کارو میخواستم یه هم زیرو نالج پروفز یا زیرو زیرو نالج پروفز که NFT کنیم اینا رو؟ همین دیگه حاجی،
بیافتیم تو NFT خدا وکیلی. کسی اگه میخواست به ما NFT هدیه بده من آدرس والدتمو میذارم. نه من ایدهشو حال کردم باهاش، یعنی حتی چون هم همین ورقه ها رو ورده اینو تو کنید ایده جالبی، ولی از اونور مصرف انرژی وحشتناکی داره دیگه. آره یعنی یه پلتفرم باشه که مصرف انرژی کم باشه. آخه نیست، نمیتونی این همه کامپیوتر قرار برق مصرف کنی که تراکنشو تضمین کنی. ذاتاً یه چیز پرمصرفیه. و دیگه کلایمت چینج اینا رو داریم میبینیم چیکار میکنه. خیلی اوضاع خیتا. دقت کردین رفتیم تو بهار. آره. وسط زمستون درخت‌ها شکوفه، من شکوفه دیدم. آره ولی هفته دیگه قرار برف بیاد. نه مارچ برف میومد. یه سال بود که مارچ برف. هفته دیگه قرار برف. سالی بود که ایمان اینا اومد. چهارشنبه فرمانش. محسن کامنت داده که واقعا بعد 3 سال و شنیدن 300 اپیزود ما غریبه شدیم که خوابتو تعریف نمی‌کنی. واقعا من خواب تعریف می‌کردم، خودمو میومدن غم کش می‌کردم، با شما کاری ندارم. حرف درستی. آره میومد در اپیزودو میام در اپیزود در تو ما رو با هم، نه تنها در اپیزود، حتی همه درها تمام درها بسته میشدن. نیما توی زده بود که این مدت که نبودیم واقعا سال 12 رو با دپرشن زیادی شروع کردم و انقدر استرس بالا بود که از همه چی دست کشیدم، ولی اپیزودهای قدیم خودکست خیلی من رو به فکر فرو برد. این 1 ساعت و 20 دقیقه این 1 ساعت و 20 دقیقه دنیاها ارزش داره، حتی توی هوای بارونی ونکوور. فکر کنم دوستمون ونکوورند و بذار من یکی بخونم. بفرمایید. یه چیزی امروز اومد. من که یکی استوری شما رو ریپلای کرده اون قسمتی که عکس منه میشه دماغ. خیلی حالا پایین نباشی کلا. نه بذار یه چیز باحالی اومده بود. خودمون صوفیا لو ببینیم. اگه اونم باشه اونم بگیم. کلا هم سلام خسته نباشید گفتن زهرا. زهرا سلام. بعد گفته دوم گفتن که خیلی بد جنسین. من یه کامنت طولانی تو توییتر براتون گذاشتم از حسام وقتی پادکست گوش میدادم. گفت ولی اصلا توجه نکردی. حالا اینجاش جالب بود برای من. گفتن که حالا اینجا میگم من یه مادر 26 ساله توی شهر کوچولوم از کرمان و چون دخترم کوچولو نمیتونه خیلی کتاب بخونم. از اواخر فصل قبلیتون با پادکست شما آشنا شدم. از اون موقع تمام وقت آشپزی، ظرف شستن، پیاده روی، نظافت خونه دارم پادکست گوش میدم. از اپیزود 1 گوش دادم، الان اپیزود 219 هستم. الان چندیم 300 تا دیگه مونده. برای من که از یه شهر دور افتادم و به خاطر دخترم و کرونا تقریبا تنها شدم، شما بهترین همراه هم هستین. دیگه بدون گوش دادن به پادکستتون نمیتونم هیچ کاری کنم. همیشه خوشحال و خوش و سر حال باشی و بدونید همه مخاطب هاتون از قشر پولدار و شهرهای بزرگ نیستن، کسانی مثل من هم هستن. من اینو گوش دادم، خیلی حال کردم. خیلی زیبا بود. خوندم. دم زهرا جان. اصلا ببین همین که شما از اینجا تا شهر کوچیکی تو کرمان شنیده میشید. خیلی حس و باحال. حسش غریبه. عشق من این دیگه، یعنی چی بگم؟ عشقم همه. یه استوری گذاشتیم که یه دوستی تو تهران فکر کنم. خب تو ماشین داشت خودکست رو گوش میداد، عکس گرفته بود از اون صفحه اسکرین ماشینش، اونم خیلی باحال بود. این هفته گذاشتیم فکر کنم. آره استوری کرد. اگر که خودکست گوش میدین برام عکسشون رو بفرستین بتونیم ریپوست کنیم. کانتنت نداریم. کامنت دیگه هم اومده بود رو عکس من، نشدن شما شبیه برادر من هستید، اونم مثل شما 60% مواقع یوبسه. چه جوری اصلا؟ چرا به خودتون اجازه میدید اینو بگید؟ نه بابا اتفاقا حالا یه چیزایی که من نرسیدم بهش تو اپیزود قبلی جز قرها، نه توی underrated overrated. به نظر من چیزه هیتای روی سوشال میدیاست، به نظر من underratede. خیلی تاثیر یعنی چی؟ یعنی تأثیری که منتالی روت میذاره شاید همون اولش نباشه ولی دراز مدت تاثیر بدی داره. من جدیدن کسایی که مثلا توهین اینا میکنن جوابشونو میدم. میدی؟ آره مثلا تو این توهین نه حالا ایشونه من میفهمم، ولی مثلا من دیروز یه دونه استوری گذاشته بودم، یه آهنگ بود گفته بودم چه جوری من آهنگ رو نشنیدم، بعد یه دختری به من یه نفر چند تا بودن نشوش که خاک دوست داره نفهم شورت اند سویت. اصلا ما اصلا با هم دیگه همچین رابطه ای نداریم تو هم بگی خاک دوست داره.
برای شما این آزاده به شما. بعدا که میگیم بعدا میگن آه ببخشید فکر نمی‌کردین ببینید. چه چی فکر نمی‌کردین ببینی؟ طرف تو رو تو خیام ببینه که هیچ وقت نمیگه خاک تو سر. خاک تو سر تو که بلند نمیگی قربون شکل ما تو من برم که یه ذره ملاحظه با متانت رفتار بکنیم با محتوا سازمون. یه خاطره بگم. بگو. گفتی خاک بر سرت. یه کلاس سر. یه کلاس اکونومی فکر کنم داشتم. اون کسی بود که رفته بود. خاک بر سرت. یه زمان اکونومی داشتم، یه همکلاسی داشتم، یه دختر ایرانی بود. با هم درس می‌خوندیم و یه کامپتیشنی داشتیم که مثلا نمره‌مون بالا باشه و فلان. بعد مثلا یه میترمی دادیم یا یه فاینالی بود. من نمره‌م خیلی خوب شد. یادمه دقیقا دم یه دونه منتظر اتوبوس بودیم که بیاد، این از من پرسید نمره چی شد، من گفتم مثلا A پلاس شدم. بعد این خب نمرهش خود نشده بود، ریاکشنش این بود که خفه شو، سورپرایز شده بود. آره. اما اصلا داست اصلا رفیق اونطوری هم نبودیم که با هم درس میخونیم و فلان. و من همونجا به کسافت برخورد عجیب، چون حالا انگلیسی اوکی مثلا میگه شراب مثلا. ولی فارسیش خیلی بد بود. بعد من همونجا حذف کرد، همونجا بهش برنامه گفتم یعنی چه خفه شو، خودت خفه شو، خودت جمع کن. دیگه با اون شخص صحبت نشد. ولی اینو راست میگه، فوشای انگلیسی و فوشای فارسی خیلی فرق میکنه. مثلا تو نشستی یه فیلم مثلا با بابات میبینی، یارو 25000 تا فاکم بگه اتفاق بدی نمیفته، ولی یه دونه از اون چیزی زیاد تالریت نمیشه فاک. جدی؟ بعدش که میدونی چیه، من اینو جدیدن یکی به من اشاره، ولی یه دونه طرف فارسیشو بگه اصلا یهو اینطوری که یا امام حسین چی دارم میگن. دلیلش اینه که چون زبان اصلی ما نیست، بار معنایی کلمات توی فارسی برای ما خیلی فرق داره با بار معنی کلمات توی انگلیسی. فاک میشه مثلا سپوختن، سری میرن. نه اونجوری عمیق نیست. من چی گفت؟ چی داری میگی؟ چی داری میگی؟ کتاب آمده. خب بگو. آه همین تمام شده، نمیخواید دیگه جمع کنیم ماله بکشیم. انگلیسی اینجوریه، برای ما اینجوریه، بار معنایش فرق داره خیلی کلمات. مثلا میگن بسترد مثلا هر چیزی که به احساس ربط داره، بار معنایش برای ما توی فارسی با انگلیسی خیلی فرق داره. آره منم چون عصبانی که میشم اینا اصلا نمیتونم انگلیسی حرف بزنم، فقط فارسی فوش. نه من عصبانی میشم انگلیسی زبان. آره بسترد. ببینیم اپیزودو یه داری بازم چیزی برامون. این نفس کشید فرزا. یکم جالب اینا نگی. بگو دیگه. اگه داری بگو، چون خیلی خیره به تلفنی من نمیدونم کی تمام. داری چکس میدی. یه جالب بگم از سر کارم این هفته، فکر کنم هفته پیش بود. بعضی موقعی اتفاقایی میفته، مثلا چه میدونم یکی یه حرفی میزنه، تو درون خودت شخصی میگیری. نه پی میبری که مثلا نکنه من اون کارو اشتباه کردم، میدونی مثلا اتفاق افتاده. حالا که میگم شاید شما از این موقعیت ها بوده، داشتن صحبت میکردن، ما یه همکار داریم خیلی تیزبینه، مثلا اگه ما کدی مینویسیم اینا، این میره بعدن تست میکنه یه سری چیزایی از توش در میاره که اصلا خود فکر نکرده بودی تا حالا بهش. خیلی خوبه تو تیممون، خیلی خوبه این شخص رو داشته باشه. اوتساید دی باکس فکر میکنه. آره رفته بود، اصلا هیچ کی هم ازش نخواسته بود اینا، یه ریسرچی کرده بود روی یه سری پروگرامی که ما داشته بودیم. خب حالا من توی بیمارستان توی سیستم های آیتی بیمارستان ها کار میکنم، کارم اونه. یه کدی هست روی پروفایل همه بیمارا، میتونه حالا پاپولیت شده باشه یا نه، اونم اسمش هست، ما بهش میگیم رسیسیتیت کد. و کلن این داستانش اینه که حالا دوباره یکم دارک میشه، یه سری ها تصمیم میگیرن که توی حالا مواقعی که حالا سکته قلبی کردن، مشکلاتی که دارن، بیماری ها احیا نشن دیگه. این یه کد آمبولانس میدونه، آتش نشان میدونه، دکترها میدونن و تو حالا سیستم بیمارستان هم هست دیگه اگه این بیمار گفته باشه. کجا میتونیم اپلای کنی؟ نه و اینو بهت بگم، گفتم آمبولانس میدونن، مثلا اصلا میدونن که حالا افرادی که سنشون بالاست یه سری ها اینو انجام میدن، یه داکیومنت قانونیه و اصولا میذارن توی کمدی، یعنی همه میدونن که اون آمبولانس هم که میاد میره چک میکنه
اگه اون شخص بیهوش شده باشه میره اون کمدا رو چک میکنه، اگه نباشه احیا میکنه. یعنی یه چیزیه که خیلی مرسومه. مرسومه احیا شدن خیلی سریع باید انجام شه. یارو مثلا یه رو بذار من برم کمد یا یه آنلاینه. نه 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 یه چیز یه برقه فیزیکی NFT شونه NFT بشه. بعد یارو مثلا یه ساعت باید بره. نه آخه یه نفر که نمیرن، حالا ده نفر مثلا چقدر مگه وقت داری که احیا کنی؟ این واسه آدمایی که تنها زندگی میکنن اینا. حالا یه سری ها که یه لول بالاتر میرن، سر تا سر مثلا سینه‌شون رو یه دونه تتو میزنن، do not resuscitate، قفسه سینه، که منو مثلا احیا نکنن. اون دیگه یه لول دیگه است. یا بریسلت یا دستبند دارن. آره یا دستبند دارن. چه جالب. کشورهای دیگه هم دارن یا فقط کانادا؟ من که اینجا اینا رو یاد گرفتم. حالا تو سیستم ها این یه کد دیگه، یه کد مثلا یه ایندیکیتوره که آره یا یک یا صفر. بعد این رفته بود در آورده بود این پروگرام هایی که ما زدیم و این کد توش استفاده شده، بعد یه اختلافی توش پیدا کرده بود که مثلا ما یه سری جا رو مثلا آره. بعد همینو که اینو میگفت ما توی میتینگ بودیم هممونم از این پروگرام رو میزنیم، بعد من همین که داشتم میشنیدم این حس هست که میگم دیدی یه چیزی تو بدنت ول اونجوری شده. هر روز دو سه بار ول میکنم. تو توضیح میداد اینا فکر کنم هممون تو میتینگ اینطوری شدیم. خب این نه بابا بهشون گفتی میومدی قبلش به ما میگفتی اینو حلش میکردیم، حالا چرا باید تو میتینگ بگی؟ مردن به خاطر کد شما کردن اون فلگی یک سر فوده. این که به ما نگفت که مثلا شما این کارو کردید. همینطور داشت میگفت من اینا رو پی بردم توی ریسرچی که کردم. بعد یه سری فلگ ها اشتباهی صفر و یکاشون آره یه چیزی بود که باید بیشتر سو. بعد یه آخرش منیجرمون گفت آره شما حواستون باشه با اینکه آی تی اینا هستین ولی بعضی موقع جون آدم هم دستتونه و اینا. بعد اصلا من کلا اون روز ول بودم دیگه لمس شد. کسی ریویو نمیکنه این کدی که شما میزنید؟ چرا ریویو میکنم ولی سیستم اینقدر خیلی چیز مهمیه گسترده هست. چرا ولیدیشن اینا هست ندارن دیگه. ولی مثلا فکر کنم این اتفاقی افتاده بود راهی که این ایندیکیتور رو اضافه میکردن رو پروفایل هر بیماری از یه راه نبود، مثلا از طریقای مختلف میتونستن رو چارتمون بیمار اضافه کنن این اطلاعات. خب خیلی بعد کلا آره دیگه حالا ایشالله که این فکر کنم خیلی کانفیدنشال بود گفتی. چرا الان یه دور دیگه یه چیز تو بدنش ول شد؟ نه چرا ما رفتیم ریویو کردیم دیدیم که این ما همه بیسامون رو کاور کرده بودیم. بعد من خودم اصلا کد نزده بودم که اون ایندیکیتور توش باشه ولی خودم ترسیده بودم ولی ول شد. خیلی عجیبه. مثلا سکته کرده نه اینو ما فلگش رو چک کردیم میخواد بمیره. نه بمیر یارو داره نگاه میکنه. نه این هفته تو اخبار ونکوور اینا رو نمیدونم دیدید یا نه، یه شهر هست کنار ونکوور به نام میپل ریج از شهرهای عمومه هست، یه دونه کوگر دوستان پلیس گرفتن و دست کوگر بانو یا کوگر حیوان دوست از حیوان که من چی میدونم کوگر اکتیف کوگر چی میشه شیر کوهی؟ آره نوهی از این سیاه ها وحشی ها نه کوگر قهوه‌ای قهوه‌ای یعنی گربه خیلی بزرگ و چابکه این میزه شاید اگه بیشتر نباشه نه دیگه بس یعنی میز نه از مثل این که با دومش مثل این که دو خورده ای متره. آره بعد چجوری این عدد دقیق رو داری؟ اون جایی که ما میرفتیم توی پمبرتون اونجا یه کوگر نره حمله کرده و خرشون رو خورده بود. بعد اینا گرفته و ترپ انداخته بودن گرفته بودنش. بعد آره تاکسیدرمیش کرد و زده بودش تاکسیدرمیش کرده بودن و داده بودنش به موزه نیتیوا. بله بعد خلاصه اصولا این اتفاق که میفته چون اومده بوده تو محله مدرسه بوده کلی خونه بوده اونا اونجا باید بکشنش. آره وقتی که وارد ولی اینا دیگه حالا یه ترفندی به کار برده بودن که فقط بیهوشش کرده بودن و جالب بود عکسش دست و پا مثلا دست و پای چپ و راستش رو دستبند زده بودن دستبند مثلا پلیس و این حیوان بدبخت بیهوش افتاده بود.
خیلی جالب. چرا میکشن؟ خب برش دارن ببرن به خاطر اینکه خیلی عادی شده براش که بیاد توی که دوباره بیاد توی محیط دیگه، اصلا ببرنش استان دیگه کشتن. آخه ببین، نه نه، به بودن کنار انسان ها عادت کرده کلا، به خاطر اینکه چیزی که میگه که با چی ببرن. نه میدونم، ولی آخه بالا ما اومدیم و محیط اونا رو گرفتیم، ولی بدبخت اومده. نه ما با هم تو اون محیط زندگی میکردیم. آره. مدل زندگی مون عوض شده. اینا الان چیزی که دارم میگن اینه که وقتی که خیلی عادت میکنه به فرزاد عشق میکنیم اومدن کناره، من دارم به فاک میرم، بعد هر اپیزود عوض کنیم. آره. نه فرهاد خوب سرشو میگردونه، ایمان فقط منو نگاه میکنه. نه باید فرزاد نگاه میکنه. آقا فرزاد کم صحبت میکنه. آره. من یه مدت که داشتی NFT میگفتی داشتم به این نگاه میکردم. آره فرهاد فرزاد گذاشت بهتره. من برات لبخند زدم. آره آره برای من لبخند من میگردم، ولی سختمه، دردم میاد. آخه آره خب 3 ساعت خورده ای. یه خبر جالب دیگه خوندم، جالب هفته. این داستانه که اتفاق داره میفته همین دو سه هفته اخیر، روسیه و اوکراین. بعد یک کشوری هست تو اروپای شرقی به نام مولدوا، اگه اشتباه مولداوی حالا مولداوی اروپای شرقیه. آره خب بعد یه هواپیمای یکی از ایرلایناش این تاییدم شده، رفته 2 ساعت پرواز کرده رو حالا آسمان اون کشور، چون نزدیک اون مرزه. آره اوکراین. و کلمه ریلکس رو پرواز کرده. که وقتی که ترک اون پرواز چیز تو آسمون دیدن نوشته بابا ریلکس بچه آرماش، خیلی جالب بود. این همه رفته بنزین و سوخت و اینا داده که بنویس یه دونه چیز زمین به هوای روس میزدن. آره منم به اون فکر. اونجا هم تنش بالا گرفت، من صبح خبر رو میخوندم دارن جدی میشن دیگه. یه دور آخه روسیه عقب نشینی کرد الان، ولی عجیب شده. من پیروز با یکی از دوستام که اوکراین صحبت کیف صحبت میکردم، گفت اینجا الان خبری نیست. نه الان همین امروز صبح نوشته بود بایدن گفته که روسیه میخواد بزنه، پوتین تصمیمش گرفت و گفته میخواین کیف هم بزنن، 2.5 میلیون جمعیت داره میخوان بزنن. دوستان رفتم کی پرسید بزنه که رفتم گشتم که چرا انقدر اینا روی این تعصب دارن روی اوکراین. اولا به لحاظ فرهنگی اوکراین و روسیه خیلی نزدیکن، اصلا روسیه امروزی اینا از اوکراین شروع شده. یعنی اون موقع که حالا شوروی و این داستانا بوده، این روسیه از اوکراین شروع شده. بعد مادر پوتینه که اوکراینیه. اگه اشتباه نکنم مادر پوتین اوکراینیه، پدرش حالا مال اینور روسه. و حالا اینش خیلی مهم نیست، بخش مهم اینه که به لحاظ فرهنگی اینا خیلی نزدیک همن و اصلا یه کشور و فرهنگ حساب میشن. بعد تا زمان شوروی هم که اینا همه یه موجودیت بودن. بعد جنگ جهانی دوم این ناتو که شکل میگیره، نورث اتلانتیک نمیدونم چی تریدی، آره این در واقع کشورهای آمریکا و کانادا و یه سری از کشورهای اروپایی در واقع اینو چک میدن که جلوی گسترش شوروی رو بگیرن. بعد فروپاشی شوروی که اتفاق میفته، در واقع ناتو میاد روابطش رو با این مدل کشورها بیشتر میکنه، کشوری مثل اوکراین. بعد الان اوکراین حالا تا قبل از این رئیس جمهورای اخیرشون خیلی سمت روسیه بودن به خاطر اون قرابت فرهنگی که داشتن. الان رئیس جمهور اوکراین یک کسیه که میخواد بیشتر سمت غرب باشه، بره وارد ناتو بشه. یهو روسیه رفت توی اون مجمع آقای پوتین مطرح کرد که یه سری شرط عجیب و غریب مطرح کرد که یکیش این بود که کشورهای قدیم توی شوروی بودن نتونن عضو ناتو شن، ناتو اصلا نتونه عضو جدید از این مدل کشور بگیره. آره داستان اینه، اینا اینجوری دارن چیز میکنن. روسیه میخواد اون چیزی که قبلا جزوش بوده رو به زور بکنه، قدرت نظامیشو که داره، یعنی اراده کنه که میتونه اونجا رو بشوره ببره. ولی خب از این برم غرب جلوشونه، آخه غرب جلوشونه که واقعا اینوالف میشن.
میشن آره میشن کلی بیس نظامی داره اصلا این بره عضو ناتو بشه کلی بیس نظامی آمریکا جهانی سوم را افتاد دیگه از حالا نه آژیر خطر میزنن وسط قبلا آرمولانس رد میشد مثلا بیان با ان اف تی و اینا قضیه رو حل کنن اونجا مجازی مثلا توی متاورس و اینا یه جنگ بزنن ببینن کی برن استیم ولی خیلی وحشتناکه صد الان ما اون هفته پیش صحبت کردیم 100 هزار تا نیروی روس بود الان رسیده 150 هزار تا نیروی روس با تانک و اینا آها بعد یک کار دیگه هم که میکنن یه سری جدایی طلب تو خود اوکراین هستن که اینا میخوان از اوکراین جداشن بچسن به روسیه اینا رو روسیه حمایت میکنه جنگ چیز پراکسی واره دیگه ایران هم این جنگو داره بعد این جدایی طلبها اخیرا یه سری تحرک انجام دادن و شروع کردن مثلا خونپاره اینا پرت کردن شلیک شده این بعد دیگه همیشه اینجوری شروع میشه یا یکی که میریزه اون از اون حمایت کنه این اینجوری میشه ولی کل داستانی که خیلی قرابت فرهنگی دارن و اصلا یه فرهنگ و اینا میشن دوباره دارک شد ما از دارک شروع کردیم به دارک تمومش میکنیم در دارک نه آخه این خیلی مهمه مثلا واکنشی که همین جمعه مارکت آمریکا داشت که خیلی همه چیز قرمز وحشتناک بود به این خبر بالا گرفتن تنش بود و این بده این واقعا بده این شوخی نیست دم همه گم مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام یوتیوب لطفا برید سابسکرایب بکنید برامون کامنت بذارید کلی سوال پرسیدیم توی اپیزودهای مختلف دیگه میتونید جواب سوالامون رو بدید که ما بتونیم بخونیم سوالا رو جواب رو ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ بگو چی میخوای